جناب کروبی، شما صحبت از برنامه ریزی و نگاه برنامه ریزی زیاد کردید. در برنامه های مختلف من شنیدم، اینجا هم تاکید داشتید. آیا با این طراحی که در بحث اقتصاد کردید و ادامه صنعتی شدن نفت رو هم مطرح فرمودید، شما هم معتقد هستید که یک انقلاب اقتصادی میخواید بکنید؟ آیا من تعبیر انقلاب اقتصادی نداشتم، ولی این شیوه فعلی رو ما قبول نداشتیم. ضایعاتش هم همینه که میبینیم، ولی برای تحول، برای دگرگونی ما برنامه داریم. انقلاب من نمیگم، چون نمیدونم که الان ما انقلابی میتونیم بکنیم. حتما دکتر اینا نشستن برنامه ریزی کردن و دارن، اما ما میتونیم یه دگرگونی مهمی به وجود بیاریم. اینجوری نیست که به فرمایششون مهدی کروبی فرزند احمد بیاد، آقای محمود مثلا احمد نژاد بره. این که کار هنری نمیشه، با دید دیگری با میاید و حتی با دولت های قبلی و متحده ما رضای فرمودن، حتی با دولت های اسبق هم با دیدی دیگه میاد. همین واقع برادرمون، خیلی هم احترام میذاریم، اما معتقدیم اگر او فراجونایی که گفته شده بود یا از همه نیروها استفاده باید کرد، حتی اقل جناهیش هم استفاده بشد، کارمون به دیجا نمیرسید. فراجونایش چه پیشکش، یا به شما که عرض کنم خیلی هی آمدیم تنگش کردیم، هی آمدیم محدودش کردیم روز به روز و این اوضاع برامون بود. و الله چه انقلاب فرهنگی بخواه، انقلاب اقتصادی دکتر بخواه بکنه، چه من بگم این تحول میده، نه از آسمان ایشون نیرو میاره نه از زمین میجوشه. همین اندیشه رو باید با این نیروها کنه، منتها میره یه جوری جامعه نگاه میکنه که ایشون بهش میگه انقلابو حقشه. من هم میگم یه تحولی جور نیست که میزا عوض بشه، نه بیان و عمل کرده ببینن و فضایی هم باید به وجود بیاریم که بیان افراد حرفاشون رو بزنن، نه که هر که حرف زد یا انگش بزنیم یا تو سرش بزنیم یا زیبا براش صحبت کنیم، ولی که عملا یه جور دیگه بگیم، یا بیا بگیم تو بیدینی، به او بگیم تو ارزش ها نداری، اینا نمیشه. خیلی متشکر جناب رضایی، شما در خصوص بخصوص بحث انقلاب اقتصادی و نگاه برنامه ریزی. بله اجازه بدید من همون بحث رو ادامه بدم که خب من معتقد بله به انقلاب اقتصادی هستم. اتفاقا یکی از تفاوت های نظر من شاید با آقای کروبی تو همین باشه که اولا آقای کروبی اولین کسی بود که این بحث پرداخت حقوق نفت رو مطرح کرد، ابتکار از ایشون بود و دولت فعلی هم تقریبا همین رو عمل کرد. حالا بگذاریم از این که 70,000 تومان الان به خاطر اینکه قیمت ها دو برابر شده قاعدتا نصف گذشته است، ولی محاسبات آقایون قاعدتا بر اساس اون فرمولشون همین در میاد. اتفاقا خود مسیر نرفتید؟ نه من نمیرم، من اعتقاد به این مسیر ندارم، اگرچه این ایده احترام میذارم، چون این ایده برای دلسوزی برای مردمه، که مردمی که روی چاهای نفت خوابیدن بالاخره اینا باید یه بهره ای داشته باشن. فقط تفاوت در اینه که ما این بهره رو چگونه به دست مردم در حقیقت برسونیم. دیدگاه من دیدگاه تولید و اشتغاله، یعنی به جای اینکه ما بیایم در حقیقت پول به مردم بدیم، شغل و درآمد درست بکنیم و در این حال پول رو هم به اونها بدیم، اما بعد از اینکه شغل و درآمد درست کردیم. لذا طرح من همون سهام صندوق توسعه ملی هست، یعنی من سهام نفت رو با یه واسطه سرمایه گذاری به مردم میدم. یعنی پرداخت مستقیم نداریم؟ چرا، پرداخت مستقیم هست بعد از اینکه این وارد صندوق یه بار درآمدهای نفت یه بار میره در تولید و سرمایه گذاری اثرات خودشو میذاره، بعد از سود حاصل از اونها و همچنین اصل اون صندوق توسعه ملی ما سهام میدیم. ما تصویب کردیم که یه صندوق توسعه ملی درست میکنیم که دولت موظفه هزینه‌های جاریشو به صفر برسون از ناحیه نفت، کل این پولا میره تو صندوق توسعه ملی و این به عنوان یه پسنداز در کنار پسنداز فعلی کشور که ما الان نقص داریم، یعنی ما الان پسنداز ملیمون کمه، کافی نیست. ما یه صندوق توسعه ملی درست میکنیم، بعد این پول مازاد نفت میره در اونجا و این دیگه انباشت میشه میمونه. اگه از اول انقلاب تا این کار کرده بودیم، ما همین الان مردم 200 میلیارد دلار پول داشتن و از ناحیه این 200 میلیارد دلار چیزی بیش از 70,000 تومان
در ماهگیرشون میومد، یعنی شاید چیزی نزدیک به مثلا 100,000 تومان، حالا یه مقدار کم و زیاد با توجه به ارزش حال و همه اینا رو که با هم مقایسه کنیم 100,000 تومان پول گیرش میومد. از طرف دیگه 200 میلیارد هم پولم بود، یعنی ببینید شما 200 میلیارد پول داشتید، ماهانه هم 100,000 تومان به مردم میدادید، علاوه بر این 200 میلیارد هم رفته بود به صدها کارخانه تبدیل شده بود. پس منم هم دلسوزی حاجی آقای کروبی رو تأکید میکنم، اما روش من روش تولید و سرمایه گذاری است و من هم معتقد به سهام هستم، اما سهامی که من میدم یک سهام پایدار و به رو به رشده. دلیلش اینه که شما الان اگر مثلا قبلا 70,000 الان 70,000 تومانی که بدید، این 35,000 تومان 4 سال پیشه، همین 70,000 تومان تا پایان سال چهارم که دولت در اختیارمون باشه این تقریبا میشه به نصف، یعنی 15,000 تومان قبل خواهد شد. این روز به روز آب میره چون ارزش پول کشور کم، اما وقتی این میره تو صندوق توسعه ملی نه. پس این یه دید، این که من میگم انقلاب اقتصادی، یعنی من در همه شیوه و روش ها تغییر وضعیت موجود میدم، اصلا نظام یاران ها رو به کلی عوض خواهم کرد. خب اما اگر ما بخوایم چنین کاری بکنیم، آیا میشه با مدیریت فعلی، یعنی در حقیقت الگوی فعلی مدیریت کشور، میتونیم چه انقلابی انجام بدیم؟ اصلا شدنی نیست. ما الگوی مدیریت باید عوض کنیم. به چه صورتی؟ از من معتقدم از بالا شروع کنیم، یعنی من اگر مردم عزیز ما سکان دولت رو به دست من بدن، من واقعا خودم رئیس جمهور خواهم بود، من رئیس جمهور خودم خواهم بود، اما نه رئیس جمهوری که یه دولت یه نفره درست کنه، نه، من دولت ائتلافی درست میکنم و از همه توانایی های کشور رو در دولت ائتلافی شرکت میدم و این ظرفیت رو هم دارم که هم با همه جناها کار بکنم، هم با همه آدم های کارآمد کار بکنم. البته همه جناها منظورم آدم های افراطگر دو طرف نیست، روحیه ما روحیه کار با آدم هایی هست که آدم های متعادلی باشن و ارزشی هم باشن. در همه نیروهای ما نیروهای ارزشی وجود داره. پس ما دولتمون یه دولت جمعیه، ولی رئیس جمهور من خودم خواهم بود، چون دوتا ما انحراف داریم. یه ممکنه یه دولتی درست بشه ائتلافی، ولی اون فردی که باید اینا رو اداره کنه اداره نمیتونه بکنه، یه عیبه. یه وقتا طرف میخواد خودش رئیس جمهور باشه، اما نهایتا آدم هایی که با سلیقه خودش جمع و جور باشه، یا حالا من نمیخوام خدای نکرده چیزی بگم، یه تعابیر دیگه ای بگم، مردم این تعابیر رو میگن، یه تیمی درست بشه که این در حقیقت بیشتر خود رئیس جمهور رو میخوان اداره بکنن تا کشور رو اداره بکنن. نه، من معتقدم که رئیس جمهور باید رئیس جمهور باشه، ولی دولتش نباید دولت یه نفره باشه، دولت جمعی و ائتلافی باشه. خب از اینجا باید کار شروع کرد، ولی نباید به این اکتفا که این دولت باید کارآفرین باشه، یعنی مداوم کار تولید کنه. مثلا ما به دنبال این هستیم که مزیت نسبیمون رو از نفت و گاز حداقل به 7-8 تا مزیت نسبی دیگه تبدیل کنه. از نظر من تجارت کمتر از نفت و گاز درآمد نداره، تجارت یه درآمد خیلی فوق‌العاده‌ای در ایران داره. حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی، با این راننده‌های خوبی که ما داریم، با این خلبانان باهوشی که ایران داره، که حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی از خلبانان ایرانی هم قبل از انقلاب هم الان دارن استفاده میکنن، کشتیران‌های ما و بنادر ما، امکانات موقعیت جغرافیایی ما، اصلا خود حمل و نقل که ایران مرکز 500 میلیون جمعیت است و میتونه مؤثر باشه. مسئله ایرانگردی و جهانگردی، ایرانگردی یا ایرانگردی سلامت که من چند وقت پیش توضیح دادم به این صورت است که ما در چند تا از مناطق ایران میتوانیم در حقیقت میتوانیم یک بیمارستان های خیلی مدرنی در ایران درست کنیم، در چند نقطه من در نظر گرفتم، و پزشکای حاضق ایرانی رو در اونجا سازماندهی میکنیم، تجهیزات پزشکی خوبی رو هم وارد میکنیم، در این حال در مناطق خوش آب هوای ایران باشن. خب این خود سلامت یه مزیت نسبیه، چون
تجربه ما در این 30 سال گذشته نشون داد که یک منابع انسانی فوق‌العاده‌ای ما در مسائل بیمارستانی داریم که میتونیم از اینها استفاده کنیم. کلن من حدود 8-9 تا مزیت نسبی در کنار نفت و گاز خلق میکنم، یعنی یک انقلاب. خب اینم به مدیریت بستگی داره که مدیریت توانمندی باشه، ولی مهمتر از همه اینها که میخوام تأکید بهش بکنم اینه که اگر انقلاب اسلامی رو امام با یه تیم پیشرو مثل مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آیت الله طالقانی، شهید مطهری، شهید بهشتی، یه تیم پیشرو پشت سر امام حرکت کردن تا این انقلاب به نتیجه رسیدن، ما تا کنون از اول انقلاب تا الان فاقد یه تیم پیشرو اقتصادی بودیم که بتونیم انقلاب اقتصادی رو درست کنه. ما انشالله این تیم پیشرو رو شناسایی کردیم، مستقر خواهیم کرد و کلیه واگن‌های اقتصاد رو به اونها وصل می‌کنیم که اینا بتونن این کارو بکنن، مثل تیم شانگهای که اصلا تمام توسعه چین متناسب با تیم شانگهای بود، یا تیمی که با ژنرال‌های کره جنوبی کار کردن، یا تیمی که با مهاتیر محمد کار کردن. پس وقتی ما از انقلاب اقتصادی صحبت می‌کنیم، منظورمون واقعا یک تحول اساسی در زیرساختار، روش‌ها، یارانه‌ها رو عوض می‌کنیم، بسیاری از مسائل رو با تغییر بدیم تا اینکه انقلاب ما مثل یه ماشینی میاد از یه جاده خاکی همراه با دست انداز بذاریمش توی اتوبانی که با سرعت تمام بتونه خیلی از این کشورهایی که از ما جلو افتادن رو بتونه پشت سر خودش بذاره. خیلی متشکر جناب آقای کروبی. آقای دکتر رضایی صحبت از صندوق توسعه ملی کردن و به نوعی با روش هزینه کرده شما در مورد نفت موافقت نداشتن. ایشون فکر کردن که اگر ما صندوق توسعه ملی درست کنیم و سهام به مردم بدیم، هم کارآفرینی اتفاق میفته و هم رشد سرمایه اتفاق میفته. و بعد صحبت از مزیت‌های نسبی به جای نفت و گاز که یکی از مؤلفه‌های شما، در مورد طرح خودتون چه دفاعی دارید؟ من ضمن احترام به جناب آقای رضایی که نظر خوبی داشتن، من احساس می‌کنم الفاظش فرق داره. ایشون نام انقلاب روش گذاشته، همه طرفو میگیم، از طرف ما همینه. بدین معنا که ما هم تنها ما میگیم آقا نفت در اختیار دولت نباشه، ما میگیم تا وقتی نفت به این صورت در اختیار دولته، تورم همینه، بیکاری همینه. لذا هر وقت ببینیم پول نفت بیشتر میشه، بذات هم هزینه ها بیشتر میشه، چیزی هم نمیشه. و الا خوب قوقا شده باشه، چون حرفای شما به جاست که ما هیچی نگیم بذاریم برای بعد. ولی یه دفعه نفت 20 دلار، 30 دلار، 15 دلار، 40 دلار تبدیل بشه به نفت مثلا 100 دلار، 120 دلار، باید چه تحولی باشه؟ پس چون این پول همش رفتار دولت بوده، اوضاعی چه شده؟ ما هم همینه میگیم، ما میگیم این همونه، میگیم این نفت داره با یه مقدار گام به گام، بعد هم میریم دنبال اون مابقیش، در اختیار مردم قرار میدیم، حتما قانون باید ببریم تصویب کنیم براش، حتما صندوق براش تنظیم کنیم، حتما باید کاری بکنیم که اگه فردا بنده نبودم دیگه تثبیت شده باشه که قاعدتا رضای بادی کارو بکنه، ولی دوباره در اختیار دولت میمونه، بعد برش میداره خرجش بکنه. حالا چیکارش کنیم که خرجش نکنه؟ ما طوریش بخواد بکنیم که حق نداشته باشیم برش داریم و بدونیم مال مردمه. و اتفاقا همینم به بچه ها بگیم، بگیم آقا اونی که نیاز داره و محتاج، دو تا دانشجو هن دارن درس میخونن، تحصیلاشون قطع میشه، پدر و مادرهاشون نمیتونن، این بقول آقا 2 تا 70 تومانی حالا که من معتقدم که اگر وضع ما، سیاست ما تغییر کنه، اوضاعمون دگرگون میشه، با دنیا روابطون عادی بشه، با اوپک و سران اوپک بتونیم کار کنیم، نفت میره بالا. حالا هرچی میشه، اون دیگه هرچی شد، اون دیگه تابع نفته. اتفاقا این مال مردمه. من نیاز دارم، میرم میگیرم. حضرت علی با فرزندات نیاز نداری، همونجا هست ذخیره میشه براشون، همونجا هست به کار میندازیم براش، کار براش میکنیم. داره با بیمه تحصیلمون هم همینجوره، همین جناب آقای نجفی که اگه زحمت کشیدن با همه خصوصیاتون بیمه تحصیل میگیم، ما میگیم به دبیرستان که وارد شدی یه سهمی تعیین میکنیم شما بده، دو برابرم ما بهت میدیم، منابعش هم چی کردیم. بنابراین 4 سال بعد که تو تحصیل تموم شد، اگر رفتی ادامه تحصیل دادی، این اینجا داری، اینقدر قطع تحصیل نمیشه یا مشکلات وجود، اگر خواستی میمونه سربایه برای شما کار بکنه.
بنابراین ما خیلی عرائضمون منافات با فرمایش ایشون نداره و ما هم به همون صورت کنیم، به قول معروف ما کنیم، ما هم گداپروری کنیم. ما یه پولی داره تحریم، اونی که نیازمنده میام میگیره، اونی که نیازمند نیست که قطعا یه بخشش ما میمونه سرمایه براش بشه و قانونی هم هست و تنظیم شده است و صندوق هم هست. تنها فرقش اینه که باید حتما چه من باشم، چه آقای رضایی باشه، چه نفر سوم، چه نفر چهارم. ما پیش بینی کردم که اگه من مدیر شدم از روز بعد کار شروع کنم، آنی هم ببرمش مجلس. باز یکی از خصوصیاتی که من دارم همینه، همین مجلس مسئول اصولگرایه. من بهترین وضع خواب داشت با این مجلس در کار کردن، نه اینکه مشکلات نداریم. وای که الان فکر کنید شما اصلاحاتی هستن، بالاخره اصلاحاتی وابسته به ما. ممکنه بگن خب شما با مجلس اینجوری چطور کار میکنید؟ اتفاقا با همین مجلس من تعامل میکنم، کار میکنم، همین مصوبه رو میگیرم و کارا رو انجام میدیم. خیلی عرض بنده با فرمایشات ایشون ایجاد منافات نداره. منتها یه چیز دیگه هم که بگم، باز جزء برنامه همون اینا مشکلات جامعه مونه. حل مشکلات به شما که عرض کنم سهمیه بندی جنسی در تحصیل، خب 60% خانم‌ها ما الان قبول میشن. مشاور در تحصیل چه محدودیت های ما برای شما قائل شدیم؟ اصلا یه سری رشته ها نباید بیاد، یه سری شهرها نباید بیاد. خب اینا یعنی چی هستن؟ خب معلومه که حوزه علمیه قم و حوزه علمیه یه شهره، من جای دیگر مثال نمیزنم، سطحش خرم آباد که خود ماییم، خیلی فرق داره. بگیم تو دانشگاه مثلا یا سوش درس بخون نه یا تهران درس بخون، تمام اینا رو باید به هم بزنیم. و من میگم این تغییر یعنی همین که بیان و بتونن رشته هایی که بخوان، تحصیلاتی که بتونن انجام بدن. چون من فکر کنم حرفایی چی کنم یا وقت خیلی نگیرم، همین بفرما که بنده چقدر صرف کردم وقت و آقای دکتر رضایی چقدر صرف کرده، حواس خودم رو جمع کنم. بله من از دوستان میخوام که وقت رو به من بدن، من برای تنظیم این رو حواس من جمع بشه آخرش ازش. البته من وقت رو نگه داشتم ولی مطمئن‌تر میشه از اون بر وقت بگیرم. خب در مورد بحث صندوق توسعه ملی ما در سیاست‌های کلی تصویب کردیم که این اختلاف در لفظ ما این سیاست‌های ما در سیاست‌های کلی تصویب کردیم که صندوق توسعه ملی باید به تصویب مجلس برسه، اساسنامه‌ش رو باید بنویسن، یه هیئت مدیره خواهد داشت، مدیر عامل خواهد داشت و چون یه بار هم دیگه به تصویب مجلس میرسه قاعدتاً اساسنامه‌ش هم اونجا تصویب میشه دیگه، تغییرش خیلی کار سختی است. البته روش یه مقدار تفاوت داره. نیت قطعا همینطور که حاجی‌ها گفتن، نیت همینطور که مردم، یعنی در این ما مشترک، در اون چیزی که من با حاجی کروبی مشترکم اینه که مردم باید صاحب نفت باشن. البته الان دولت به نیابت مردم هر کاری برای نفت میخواد بکنه خودش میکنه. با این طرح من این اختیار از دولت گرفته میشه، یعنی دو قسمت میشه، یه بخشش که مربوط به سرمایه گذاری هست که در اختیار همه مردم قرار میگیره، اینو مجلس تعیین میکنه. اون مقدار که دیگه مربوط به سرمایه گذاری دولتی و عمرانی نیست، این میره تو اون صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی میاد اینو تبدیل به شغل میکنه، تبدیل به تولید میکنه. یعنی ما به جای اینکه به مردم میوه بدیم درخت میدیم، یا به جای اینکه ماهی بدیم هم ماهیگیری یادشون میدیم هم قلاب بهشون میدیم که هر چند بار برن خودشون ماهی بگیرن دیگه. یعنی یه بار ما یه خرجی برای اینا میکنیم، اما اینا همیشه دیگه میتونن برن چیکار بکنن؟ ماهی بگیرن. حالا بس بالاخره طول میکشه، ما بحثای مهمتری هم داریم، فکر میکنم ما وارد اونها در حقیقت بشیم بهتره. همین من دلم میخواد که همراه با آقای کروبی با هم دیگه پیش بریم. دو تا نکته ایشون گفتن، منم نظراتمو بگم. یکی در رابطه با حقوق شهروندی که ایشون به حق اشاره کردن، یکی مسئله بانوان. در رابطه با حقوق شهروندی من برنامه‌م این است که این بحث رو از شعار دادن بیارم بیرون، چون در گذشتم خیلی رو این شعار دادن، دولت‌های گذشتم شعار دادن، در این دولت هم بحثی شده. حالا من یه فرایند سه مرحله‌ای رو تدوین کردم و در تمام دنیا هم رمز موفقیتشون اینطور بوده. مطالعات زیادی من تو این 12 سالی که در مجمع تشخیص بودم انجام دادم، حتی مطالعات تطبیقی، بعدم با پژوهشگرای خیلی زیادی که تو مجمع بودن، اینا به نتیجه رسیدن که حقوق شهروندی که اصلا یکی از مبانی توسعه است،
و تا تحقق پیدا نکنه، توسعه تحقق پیدا نمیکنه، این نیاز به چند تا کار اساسی داره. اول اینی که این حقوق شهروندی که مفصلن است و آزادی های مدنی، این تبدیل به قانون بشه. ما حساب کردیم چیزی نزدیک 500 تا ماده رو شامل میشه. مرحله دوم بعد از اینکه این قانون شد، دو گروه باید آموزش ببینن، یکی ماموران دولت مثل پلیس، نیروی انتظامی، در حقیقت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، یکی خود مردم. اینا احسا شده آقای دکتر؟ بله اینا احسا شده. مثلا ما از دبیرستان دیگه باید کار شروع کنیم. البته در دوره اول به صورت عمومی، مثلا از رسانه ملی استفاده خواهیم که از رسانه استفاده خواهیم کرد، ولی برای طرح دراز مدت دیگه باید بره تو دروس در حقیقت دبیرستانی تبدیل بشه، که اصلا از دبیرستان به این طرف همه بدونن این بسته حقوقشون چی است، اصلا حفظ بشه. مثل اینکه راننده چطور رانندگی که میکنه قوانین رو میدونه، قوانین رانندگی، مردم هم که میخوان عبور کنن از خیابونات همه علائم رو میدونن که چراغ قرمز هست، سبز هست، همه اینا رو میبینن. ما باید حقوق شهروندی رو آنقدر عادی و طبیعی بکنیم که همه نسبت به این میشه آموزش و تربیت. مسئله سوم نظارت. ما باید کمیته نظارتی خیلی قوی خود رئیس جمهور تا مدت ها درست بکنه. من این کار خواهم کرد و حتی کوچکترین تجاوزی به حق یک شهروند بشه، خودم باید بلند شم برم در همون محل با اون برخورد بکنم. 4-5 تا برخورد که ما بکنیم، این مسیر طبیعی خودش رو پیدا میکنه. البته من از جناب آقای شاهرودی تشکر میکنم، ایشون اخیراً ابلاغی رو در رابطه با حقوق شهروندی که مربوط به قضا میشه انجام دادن، تبدیل به قانون شدن، ولی این خیلی کمه. ما باید اینو گسترش بدیم، حریم خصوصی رو باید شامل بکنیم و در حقیقت آزادی های بیان هست، فعالیت های دانشجویی تو دانشگاه هست، همین که میگن دانشجویی ستاره دار و غیر ستاره دار، مال همین فقد قوانین و عدم اون انضباط کامل است، اونجا باید بشه. و اما در مورد بانوان هم همینطور. ببینید بانوان ما انصافا قانع ترین زنان دنیا هستند و امروز با تحصیلات وسیعی که پیدا کردن یک پتانسیل بسیار قوی برای توسعه ملی ما هستند. ما نشستیم برنامه ریزی کردیم از اینکه در اداره کشور به طور جدی ما از بانوان استفاده کنیم، اونم نه در مشاغل دست چندم، در مشاغل کلیدی دولت استفاده بکنیم. از طرف دیگه در بعد اقتصادی و اجتماعی فرصت‌های خوبی برای اونا فراهم کنیم، میدان به بانوانمون بدیم. حتی در مسئله خانه‌داری که یه بخشی از مسئله است، ما نشستیم فکر کردیم که خانه‌داری رو ما باید تبدیل به شغلی بکنیم، مخصوصا برای بخشی از کشور مثل روستاها و اینا که آقای کروبی هم اطلاع دارن چه زحمات طاقت فرسایی بانوان ایرانی که نمیکشن. و مثلا ما خب خودمون متعلق به همین منطقه زاکروس مرکزی هستیم، از ایلام، کرمانشاه گرفته همدان، بیاد لرستان، چهارمحال و بختیاری، بره تا سمت فارس، خوزستان، ایلام و این مناطق، واقعا بانوان کار فوق‌العاده‌ای میکنن، حتی در خانه سازی فعالیت میکنن. بنابراین ما اینم باید تبدیل به شغلی بکنیم. اینم محاسبه کردیم که چطور انجام بدیم که در حقیقت ما بتونیم، دولت بتونه این رو تأمین بکنه. خیلی متشکر. من اعلام بکنم خدمت بینندگان عزیز که جناب آقای کبیبی تا به حال 26 دقیقه صحبت فرمودید، یعنی 14 دقیقه. خیلی که. و جناب آقای رضایی هم حدود 21 دقیقه. خب خیلی فاصله نیست. من خواهف بودم فاصله بیشتر باشه چون شما صرفه‌جویی صحبت کردن. من مایل هستم که یک مسئله دیگه رو در مورد اصل 44 مطرح کنم. اصلا من یه نکته باید بفهمید آقای کردم. ببینید این فرمایشات که آقای رضایی گفتن در ضمن که به حق بنویسم 500 تا قانون، جناب آقای رضایی عزیز چون شما سالها تو مجمع دارید کار میکنید، ما همین قوانینی که داریم عمل نمیشه، این رو باید یه فکری براش بکنیم. همین این یه بحثی که یه جای ما قانون نداریم، او یه بحث. آیا ستاره داره شده؟ این قانون بوده ستاره، این سلیقه‌ای نشستن بچه های مردم کردن ستاره دار. آخه این که یه مرتبه طرف از تحصیل که حیات زندگیشه محرومش کنید، که من در چند تا مصاحبه تا حالا گفتم آقا من تبعید شدم گمت کاهوس دانشجو بودم، برگشتم از اونجا امام داده یه نامه سرگشاده به امیر عباس عبیدا،
همون نامه رو دوباره توضیح کردیم، چندی بعدش ما گرفتار شدیم، گرفتار محکوممون کردن زندان کشیدیم، بعد آمدیم رفتیم درس خوندیم. حالا دوتا شعار داده، شعار بد هم داده، خوبه دیگه، بیشتر از این است. یکی دیگه نباید از تحصیل محروم بشه. نظارت استصحابی شورای نگهبان یه نظارت دیگه، این هم انسان رو محروم میکنه از حقوق اولیش که نمیتونن ثبت نام کنن که شما زن خانم آقای شهید باکری محروم میشه از چیز شرکت کردن در انتخابات و ده ها انسان دیگه. اینو ما فکرش کنیم، حالا این قانونا رو ما چیکار کنیم؟ اول این ظرفیتی که قانون اساسیمون داره که به حق میفرمایید و این قوانینی که داریم اجرا و عملش، من میگم باید رو بکنیم، دنبالش بریم، و سپس جا داره که آیه رضایی همطور که میفرمایه یه کاری بکنن که بتونن یک دگرگونی به وجود بیاد. نه مخصوصا آقای رضایی از اونهاش که خودش برای صلاحیت دیگران خیلی تلاش کرده و بارها من تقدیرم ازش کردم و کمکم همیشه میداده. ما اول همین اختیارات داریم، همین که فرمودی حریم خصوصی، با برای حریم خصوصی قانون نداریم، یه همین مزاحمت از مردم میشه، با یه حادثه اندکی گاهی حکومت از مردم، حکومت به معنی گوشه کنار بدنه، انتقام میگیره، که نکته خوبی فرمودن که باید رفت بالا سر، باید ببینیم چیه چی شده، و باز نکته خیلی عالی فرمودن که رئیس جمهور باشن، ولی یه دفعه یه حادثه کسی در به وجود بیاره، بیاره چند نفر کشته بشن، یه ماجرایی هیچی تبدیل به یه حادثه میشه که گوشه کشور در این شرایط الان انتخابات در پیشه، یه دفعه میبینیم مثلا زاهدان یا حادثه رخ میده. من میخوام بگم که آقای رضایی کاملا صحیح میفرماید، یک جاهای نواقص قانونی داریم، با همون تحولی که بخوان به وجود بیارن بسیار زیباست و مبارکه، با انتخاب هم با مردمه، اما من میگم اونی که الا اشکال داریم ما خودکامگی، خودسری، سلیقه‌ای، تنگ نظری. تنگ نظری هم نه که از این وریا و وریا، بعد اصلاحاتی هم از همین ور تنگ نظری بوده، همون ور تنگ نظری بوده. اینا رو باید یک کار کنیم که اجرا و عمل بشه و بریم دنبالش. حالا چه بنده بودم، چه آقای رضایی، چه یکی از دوتا، بالاخره یکی از ما چهارتا باشه، بیان و راش بیافتن عمل بودن. هر کس هم مسئول شد، باقی دیگه گریبانش رو بگیرن، بگن از شعار بیرون رفتی، بیا و شروع کن چه کار کردی، و اول مسئولیت شما هست که گریبان ما رو بگیرید، هر کدومون شدی. منم اجازه بدید، من اینا رو تایید میکنم، حرفای آجا رو تایید میکنم، منتظر من خودم دانشجوی ستاره دار قبل از انقلاب بودم و قبل از انقلاب من دانشجوی مکانیک علم و صنعت بودم دیگه، اومدن که بار دوم منو دستگیر کنن، من فرار کردم، و تو بار اولم که منو دستگیر کردن، محاکماتی که من رفتم، من از اون موقع تا الان که مراحل مختلفی در زندگیم طی شده، کاملا به نتیجه رسیدم که اگر این دلسوزی های واقعا انسانی و این فعالیت هایی که برای مردم میشه، اگر این در چارچوب های محکم و متقن قرار نگیره و بعدم یه توان اجرایی شجاعانه پشت سر کار را نیفته، همینطور که حاجی ها گفتن همینطور میشه. لذا قوانینی هست، اما نه این که قوانینی نیست، من گفتم از آقای شارودی هم من تشکر کردم، یعنی منم تشکر میکنم، بله من در همه مراحل خیلی کمک کردم، من کاملا قوانین رو میدونم، این که من میگم 500 ماده به همین دلیل، شما از یک بسته مشخص دقیق تصریف کرده فراگیرتر، یعنی قوانین ضعف داره، علت این که افراد بر اساس سلیقه‌شون عمل میکنه، چون قانونی نیست که مانعشون بشه، یعنی قوانین دو تا وسط داره، قوانین میگه که بشود یا نشود، ما هر دو رو میخوایم، یعنی اگر معلوم باشه که این برخوردی که مأمور با این فرد میکنه این تخلف هست، اون نمیتونه این کارو بکنه، چون میشه بر اساس همون طرف وکیل خصوصی بگیره بره در، و منم ارزای جناب کروبی هم اینو میدونه، ما واقعا مأمورینمون، نیروهای مسلح ما، نیروهای اطلاعاتی ما، اینا آدمای بسیار دلسوز و شایسته هستن، خیلی هاشون هم به خاطر نبود همین قوانین دست به کارهایی میزنن که بعد موجب ناراحتی همه میشه و مردم ناراحت میشن، خود مسئولان هم ناراحت میشن. من اتفاقا میخوام تاکید کنم که یک قانون جامع حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، و البته اضافه بکنم حاجی کروبی، خود مدیریت هم خیلی مهمه، همین بحث زاهدان شما اشاره کردید، ببینید ما الان از نظر سازمان اطلاعاتی ایران قوی ترین سازمان اطلاعاتی رو تو منطقه داریم، قوی ترین نیروهای مسلح رو تو منطقه داریم،
قوی ترین پلیس رو داریم. ولی وقتی اون مدیریتی که مربوط به شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور میشه و اینا هر دو در اختیار دولت هستن، وقتی اینا خوب نمیتونن کارشون رو انجام بدن، لذا میبینیم این مجموعه عظیم کارآمد و با انسانهای شایسته‌ای که ما داریم از این توانایی‌ها واقعا استفاده نمیشه. پس مسئله مدیریت هم که من تاکید کردم به عنوان فرایند سوم در حقیقت این میتونه مؤثر، یعنی پس قانون جامع، آموزش و مدیریت، این سه تا اگه با هم ترکیب بشه یه بار برای همیشه ما انشالله حقوق شهروندی، آزادی های مدنی رو آنقدر نهادینه تو کشور میکنیم که دیگه هر کسی کار خودش رو میدونه که چیکار باید بکنه. جناب رضایی، شما در مورد اصل 44 و ابلاغ سیاست های کلان نظام از اون به عنوان نقشه راه آینده و کتاب دوم انقلاب یاد کردید و خودتون هم در تدوین این کتاب دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودید. اما جناب آقای کروبی در مورد اصل 44 قائل به اصلاحاتی هستند، در این مورد چه نظری دارید؟ سیاست های اصل 44 و چشم انداز ایران 1404 و سیاست های مکملی که تنظیم شده، مجموعه اینا رو من میگم کتاب دوم انقلاب. و اتفاقا این انقلاب اقتصادی که من دنبالش هستم در چارچوب این نقشه راه صورت میگیره، یعنی پیرو نقشه راه، پیرو نه، یعنی ما الان نقشه راه این انقلاب رو داریم و اینم خیلی روش کار شده. ما نظرات حداقل دو تا مجلس رو داریم، نظرات حداقل یه دولت رو داریم، زمان آقای خاتمی که اینا بحث شده، بعد نظرات کارشناسان کشور رو داریم. از اون موقع تا الان هم که این سیاست ها ابلاغ شده، ما کارگاه های آموزشی وسیع و سمینارها و همایش های وسیع گذاشتیم. حدود 1000 تا مقاله الان در تو سیاست های از 44 برای ما رسیده، همین حدود در تو با چشم انداز ایران 1404 رسیده. همه چیز نشون میده که این نقشه را نقشه درست و مهمی هست و آینده ایران رو رقم خواهد زد. حتی بعضی به ما میگن آقا شما یک کمه رویایی اینا رو نوشتید، اصلا اینا قابل عمل هست یا نه؟ ما ثابت کردیم برای اونها منابع و ظرفیت هایی که ما در ایران داریم اینا قابل عمل هست. و خب حالا این نقشه راه رو ما داریم، چه کار بکنیم که این نقشه راه پیاده بشه؟ مشکلی که ما الان در رابطه با این سالهای اخیر داشتیم این بوده که دوستان ما یک کارهایی بکنن، خط مشی رو ارائه کنن، برنامه‌هایی بدن که این در واقع تحقق پیدا بکنه. اگه این میشد که من به صحنه نمی‌اومدم. برای چی به صحنه اومدم؟ من دیدم یک زحمت فوق‌العاده نخبگان کشور کشیدن، بزرگان انقلابم رو این توافق دارن و این میتونه تبدیل به یک معجزه دیگری در کنار انقلاب اسلامی 22 بهمن و نظام جمهوری اسلامی بشه، ولی همینطور رو زمین مونده و یا بهش بی‌توجهی میشه یا در حاشیه در حقیقت قرار میگیره. خیلی متشکرم جناب کروبی. شما در مورد اصل 44 و نقشه قبول دارم، من تو توضیح بدم. ما صحبت میشد که یکی از حرفای ما در حقوق شهروندی این بود که ما قانون اساسی باید کامل اجرا کنیم، قانون جامع الاطرافی است، غیر از کتاب خدا هر قانونی هم نقیصه داره، همونطور که قانون اساسی 10 سال بعد هم امام دستور داد اصلاح کنه. عرضم کردم پیشنهاد به طرف رئیس جمهور میده، اونی که میپذیره رهبری و مسیرش هم مشخصه. و برای که مثال های بزنم یه وقت سوء استفاده نشه، گفتم یه سری اصول تغییر پذیر نیست: اسلامیت، جمهوریت، اصل نظام دینی که در قانون اساسی اینا اینا مثال زدم، گفتم شوراها ابهام داره. مثال زدم گفتم آقا نظارت بنده قبول دارم، اما به این صورتی که هر روز هر گونه ازش استفاده میکنن. بعد من جمله مثال هایی که زدم، مثال از 34 زدم که گفتم اینا مثلا قابل چی بوده، اما کار مجمع تشخیص مصلحت را همطور که میفرمایه تقدیس کردم. بر چشمانداز 20 سال گفتم درسته، حتی اشاره کردم بزرگان نظام هم تایید کردن چرا اجرا عمل میشه. گفتم اینجور موارد متعددی دارم که حتی به ریاست جمهوری هم مثال زدم که معلوم بشه یخت من منظورم نیست یا دیگران سوء استفاده نکنن. گفتم در فرانسه جمهوری اصلا تغییر پذیر نیست، در ایران اسلامیت جمهوریت تغییر پذیر نیست،
من اون مطلبی که شو بگه کاملا قبول دارم، اما اینه میگه باید قانون اساسی رو اصلاح کنیم که ده کامل چی بشه. ولذا الله میفرماید، الله درست هم میگه، رضایی میگه عمل نکرده. خب واجبه مسئله چی کار میتونه بکنه؟ حداقل اگه مجلس اینو تصویب کرد، بنده یا آقای و تغییر داد، قانون اساسی تغییر داد، حداقل مجلس میتونه وزیر من استیضاح کنه، میتونه وزیر آقای رضایی رو استیضاح کنه، وزیر آقای احمدی‌نژاد استیضاح کنه، حداقل این دعوای با هم میبینیم دارن، ولی وقتی یه جای تصویب بکنه او هیچ کار نمیکنه. شما هم که گفتید از اول چیزی نگو، ما هم که حرفی میخوایم بزنیم نه خود به خود موجب میشه باید هیچی نگم دیگه. اما من این منظورم بود که یعنی یه جایی رو باید اصلاح کنیم تا میدان شورها ببریم مجلس محلی داشته باشن، کارشونه انجام بدن. هر روز بین شهردارا و شورا دعوا، هیچ کاری هم نمیکنن، یا نه که هیچ کاری نمیکنن، اختلاف دارن. باید از ابهام بیرونش بیاریم. خیلی متشکرم. من بازم از همکاران درخواست میکنم وقت دوباره به ما بدید. ما ظاهرا 2 تا 10 دقیقه وقت داریم. حالا چقدر وقت داریم؟ 2 تا 10 دقیقه. خب 17 دقیقه وقت داریم. از من چقدره؟ این رو بنویسید برای من بیارید که وقتی جناب آقای کروبی و جناب رضایی ظاهرا 10 دقیقه مال من، 7 دقیقه مال آقای رضایی. بله بله. جناب آقای کروبی 33 دقیقه، جناب آقای رضایی 30 دقیقه. بله، من به این نکته اشاره بکنم که خب حالا بحث‌های ما همش بحث‌های اقتصادی و اینا شد. من فکر می‌کنم که ما باید به هویت توجه خیلی جدی بکنه. ببینید جامعه ما طی 30 سال گذشته تغییر تحولات خیلی زیادی درش صورت گرفته. مسئله جهانی سازی و جهانی شدن مطرح شده. نسل‌های انقلاب، نسل‌های جدیدی از انقلاب وارد صحنه شده. بعد موضوع مسائل مهم جامعه از مسائل سیاسی امنیتی به مسائل فرهنگی اقتصادی کشیده شده. خب در اینجا ما باید هویت ملیمون رو بازیابی بکنه. من یه طرحی برای بازیابی هویت ملی تهیه کردم که مثل همون دهه اول انقلاب که جوانهای ما با نشاط، با معنویت و با حضور فعالانه می اومدن، حتی حاضر بودن جانشون رو هم برای خودشون، کشورشون، ملتشون، دینشون، انقلابشون و امامشون بدن، ما باید یک دوباره یه چنین جوششی در جامعهمون به وجود بیاریم. این که من میگم جوانان فرشتگان نجات ملت ایران هستن، برنامه ما این است که جوانان رو در این انقلاب اقتصادی با تمام ظرفیت وارد کنه. شما نسل 30 ساله ها رو هم ظاهرا میخواهید. بله، و به همین دلیل نظرم این است که کم کم باید ما قدرت رو از نسل اولی ها آرام آرام به نسل دوم و سوم منتقل کنیم، اما این نه به صورت در حقیقت کاغذی باشه، بلکه در اثر یک تحول اساسی، یک انقلاب که همون انقلاب اقتصادی است. منتها این انقلاب اقتصادی باید همراهش با یه تحول فرهنگی هم همراه باشه، و مهمترین نکته این تحول فرهنگی هویت سازی مجدد برای جامعه ما هست که در این رابطه ما نشستیم مطالعه کردیم که چه کار بکنیم که یک بازیابی هویت انجام بشه. به این نتیجه رسیدیم که ما ارزش‌های ایرانی رو در این مدت کم بها دادیم. ما دوباره باید ارزش‌های ایرانی رو در کنار ارزش‌های اسلامی تقویت کنیم. یعنی مسئله خلیج فارس و دریای خزر که واقعا من بهش عشق می‌ورزم، این میتونه یک نماد ارزش‌زایی جدید باشه که جوانان ما رو مقاوم بکنه، هم در مقابل هجمه‌های بیرونی، هم در انسجام و پیوستگی فرهنگی خودشون با هم دیگه. میشه عنوان هویت ایرانی اسلامی رو نامگذاری؟ بلکه هویت ایرانی اسلامی میشه. پس یکی مسئله ارزش‌های ایرانی، مسئله بعدی قومیه. ارزش‌های قومی هم در چارچوب خودش و در چارچوب ارزش‌های ایرانی و اسلامی اینا میتونن احیا بشه. خیلی از قومیت‌های ما تجربه نشون داده که مهد تمدن‌های بزرگ بودند. مثلا تمدن‌های بزرگ در خیلی از استان‌ها و شهرهای ایران جوشیده و بیرون اومده. خب فرهنگ قومی هم میتونه بیاد مقوم هویت بشه. و در کنار این سه، بازخوانی گذشته و ایجاد نشاط و امید و آینده، اینا میتونه در
نسل جوان ما مؤثر باشه. پس من که میگم انقلاب اقتصادی و در کنارش میگم تحول مدیریتی و تحول فرهنگی، به این دلیل است که ما در برنامه‌مون هست که یک بازیابی جدی در هویت ملیمون به وجود بیاره. جناب آقای کروبی، آقای رضایی صحبت از یک بنیان فرهنگی و هویتی برای مسائل اقتصادی قائل شدن، شما بخصوص از جوانان هم یاد بردن. من فکر میکنم آقای رضایی بحث میفرمان، بحث خوب میفرمان، استفاده هم میکنیم. من فکر میکنم که بازم میگم همونیست که ماها داریم میگیم، منتها تعبیر به انقلاب دارن، شاید حتی تفاوت های هم داره. همه اینا مطالب صحیحه. یعنی مثلا قومیت ها، قومیت ها باید عملا ما بریم و جوری عمل کنیم که اونا احساس کنه اونم شهروند درجه اوله. این که من میگم ارتباطات باید با مردم قوی کنیم، میلان بهشون بدیم، حرفشون رو بزنیم، برای همین هویت شده. ما میگیم هویت جمهوری اسلامی داده، ما داریم محدودش بکنیم. اسلام، جمهوریت، ایرانیت، این سه تا کلمه، یعنی همین. بیا میگیم آقا نظام تو جمهوری شد، دیگه شما نداری. خب اینه. و گفت میزانم رأی مردمه. پس اون تفکری که میگه رأی مشاوره، اون چیز نیست، مطلوب شما نیست. یا از نظر جمهوریت اسلامیت هم که ملت افتخار میکنه به اسلام و عملا هم نشون داده و تمامی جوانان نشون داده، میبینیم روز عاشورا چه کار میکنه. خب اینم که ایرانیت هم که همون که گفتن خلیج فارسش و یه اوضاعی که داریم که اینقدر اینا کاملا مطالب صحیح است. ما میگیم اینا رو داریم، آقای رضایی هم برن تکمیلش کنن، بسیار خوب. اما بیاید یک کاری کنیم، عملش کنیم، اجراش کنیم، یا شهروندی گریبان خودمون رو بگیریم یا اونا رو بگیریم که اجرا و عمل نمی کنن. ما همین رو میگیم. ما اگه یک کار رو انجام بدیم همون میشه. شما فرق این بچه ها، من یه مثال بزنم براتون، به ورزش چقدر علاقه دارن و چقدر میشه خانواده ها رو در درون ورزش مورد علاقه مند کرد. خب این ورزش سیاست ازش جدا کنیم. هر جایی اومدیم سیاست، هی میخوایم دست بندازیم تو هر چیزی، خرابش میکنیم. ورزش باید دست اونایی باشه که کارشونه، میتونن و این از شکست هم نیاریم، هی تغییر نکنیم این ملت را. ما همین میگیم، اینا میشه هویتش، این میشه غرورش. آب فرهنگ گذشته، فرهنگیست بسیار عظیم و بزرگ، نقایص هم داشته. آمد ایران باستان تو، اسلام آمد عظمتش داشت. درسته، کاملا اینا هیچ بحثی نداریم و اینا. منتها ما میگم اینا رو باید عملی، آقا هم اینجور اهل عمله، دیگران هم اهل عمله، اون سه بزرگوار هم اهل عمله، دو بزرگوار با دو تایی اینا. اما من میگم اینا باید جدی گرفت و دنبال رفت و اینجا عقبه هر کسی معلوم میشه کی اهل عمله، کی میتونه بره، کی میتونه پنجه بر پنجه اینجور مسائل بیاندازه و بره دنبال حقوق مردم و شرایط. خلاصه که خصوصیات اینه که مگه من با همه مردمی که ملاقات میکنم، با همه مردم دفاع از حقوقشون میکنم، سلیقه‌ام یکیه. خب من معلومه یه چارچوب دارم، سلیقه دارم، اما احساس میکنم یه حقوق شهروندی داره، یه هویت داره، یه ایرانیه. اینجوری نیست که من یه فرشته باشم اومدم. امیرالمومنین در دو کلمه میگه، وقتی هم تموم شد، امیرالمومنین وقتی توصیه میکنه به مالک اشتر، نمیگه شما وظیفت کارهایی رو انجام بده، میگه دلت پر کن، مملو کن از محبت به مردم. یا اینو من یه دفعه راجع به امام گفتم، اینجا هم میگم، وقتی نامه مینویسه امام، نامه بعد از رحلتش در بیار، نمیگه حزب الله، یا نمیگه کروبی، نمیگه محسن رضایی که ما میدونیم همه من نمایندش بودم، ایشون نمایندش بودم، میگه ملت ایران که جان من فدای تک تک اونا باد، یعنی عموم مردم. ما با این مردم باید این نحوه حرف بزنیم و این نحوه هم عمل کنیم تا کارا درست بشه و اونا مردم خودشون بلدن چیکار کنن. هم امام حسینشون عید میشه میگیرن قشنگ، عاشورا شده نگه میدارن، بعد مراسم عزاداری میکنن، بعد هم عید میگیرن، خوب هم بلدن، عشق میبرزن. جناب رضایی شما چند سال پیش شده بوده که من مدرسم تقدیر کردم.
از صدا سیما دیگه آیه من این نکته رو عرض بکنم. بله بلندگوی ما صدا سیما هایی که رسانه ملیه منتها مناظره کارشناسان هم بذاره. من طرحهای عملیم برای این نکاتی که آجا هم گفت خیلی روشنه. من وقتی میگم دولت ائتلافی منظورم همینه، یعنی ما باید از همه اقوام استفاده کنیم، چون خیلی شعار در مورد اقوام دادن، ولی آیا همه اقوام تونستن عدالت سیاسی رو ما براشون تقوا ببخشیم؟ خیلی از عدالت اقتصادی در تو اقوام صحبت شده، ولی من عدالت سیاسی رو مقدم میدونم بر عدالت اقتصادی. لذا دولت ائتلافی راه حل است. دولت ائتلافی که من میگم یعنی نخبگان اقوام رو بیاریم اینجا چیکار کنیم درگیر کنه. یعنی دولت یا... در سایه منظورتون دولت در تغییری که خودتون دولت در سایه مکمل دولت ائتلافی است. یعنی ما در دولت در حقیقت ائتلافی که همون دولت رسمی کابینه است. بله. یه دولت در سایه درست میکنیم از نخبگان کشور که هر وزارتخانه یه وزارتخانه در سایه داره و حتی منتقدین خودم رو من میارم تو اون دولت در سایه. در حقیقت یه ترکیبی میشه از طرفدارایی که اعتقاد دارن من میتونم کشور اداره کنم و همچنین منتقدین من که فکر میکنن من و وزرای من اشکالاتی دارن. کار این دولت در سایه این است که اینا میشینن مشاوره میدن، نظارت میکنن و رصد میکنن. شما دیدی در طی این 20 سال اخیر یا حتی شاید 30 سال اخیر بگیم بارها دولت غافلگیر شده در مقابل مثلا خشکسالی، غافلگیر شده یا در مقابل یه حادثه یه تهدیدی غافلگیر شده یا یه قطعنامه‌ای رو نتونسته پیش بینی بکنه یا از یه فرصتی نتونسته استفاده کنه. این مشکلات دولت فعلی این است که چون هم از صبح تا شب به دنبال مسائل روزمره میگرده قدرت پیش بینی نداره. دولت در سایه کارش هم مشاوره دادنه، هم رصد کردنه، هم در حقیقت نظارت کردنه. اونم البته دولت بسیار جمع و جور، چون عالی ترین نخبگان کشور در هر وزارتخونه عالی ترین نخبگان کشور اونجا جمع میشن و این کارو انجام میدن. در بعد ورزش کاملا تایید میکنم، من در صحبت قبلیم هم گفتم ما باید ورزش رو، مسائل سیاسی رو از ورزش بکنیم بیرون، اما لازمه این کار این است که ما ورزش رو وزارتخونه بکنیم. وقتی وزارتخونه میشه ورزش، وزیر در مقابل مجلس پاسخگو است، دخالت دولت کمتر خواهد شد، اما باز این مسئله رو حل نمیکنه. تر بعدی ما این است که پستای سیاسی رو از پستای تخصصی جدا میکنیم، دو تا قانون مینویسیم، عزل و نصب پستای سیاسی رو دست رئیس جمهور رو باز میذاریم، ولی عزل و نصب پستای تخصصی رو دست رئیس جمهور رو یعنی دست خود منو محدود میکنیم، چون یه بار باید از یه نقطه شروع بشه که یه کسی که میلیاردها خرج شده تا تجربه به دست آورده و یه تخصصی رو فرا گرفته به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور از قیافه اون خوشش نمیاد یا بلند شده توی جلسه نقد کرده فرد رو، این فردا این رو عزلش نکنن، این فردا این رو در حقیقت کنار نزنن. و مسئله واقعا هم همینطور، اصلا کشور ما رو مردم اداره میکنن، اصلا ملت صاحب این انقلاب هستن. منتها ما وقتی صحبت از ملت و مردم میکنیم، ما جنبه روشنفکری دولت رو من قبول دارم باید حفظ بشه، یعنی رئیس جمهور اشکال نداره سخنرانی بکنه، مقاله بنویسه، حتی تو دانشگاه های خارج بره، اما بیشتر از این موظفه که با طرح و برنامه و یه تیم اجرایی قوی این منویاتش رو عملیاتی بکنه و کشور تقوا بده. جناب عزیزی، چون جناب آقای کروبی شروع کردن، این حق برای شما هست که آخرین نفر باشید. الان وقت اندک هست. چقدر وقت شما یه دور دیگه برای صحبت من وقت دارید؟ الان وقت رو دقیق اعلام میکنید. تا پایان هست. بله 3 دقیقه و 2 دقیقه جناب آقای کروبی. پس آقای کروبی 2 دقیقه. بله آقای کروبی شما بفرمایید در ادامه بحثتون. من ادامه بحث همون نکته است که به محضرتون عرض کردم. من میگم که مطالبی هم که رضایی میفرمایه حالا در همون قالبایی که میفرمایند با مطالبی که بنده میگم خیلی اختلاف نداره. اون چه مسلمه باید بریم دنبال عمل و دنبال اجرای اینها. تو بحث جوان ها مثلا، خب یه جوان یه فرصته برای کشور، اگه ما خوب وارد شدیم با اینا یه بهترین فرصته، اگه استفاده نکردیم تهدید. منتها در رابطه با قانون و در رابطه با عملیات، این نکته رو من خدمت های رضایی باید عرض کنم که ما هر کدوم بشیم رئیس جمهور میشیم، یه بخش اختیاراتی داریم، یه مجلسی داریم مستقل،
یه قوه قضاییه داریم مستقله، خیلی اختیارات هم مال اوناست، لذا باید بریم دنبال حل که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. من عرضم اینه که در این شرایط اگر چنانچه ما بتوانیم همونطور که انشاءالله مردم مصممن یه انتخابات خوبی داشته باشیم و هر یک از عزیزان انتخاب شدن فضایی رو به وجود بیاریم که به قول آقای رضایی جلوش گرفته نشه، بتونه او از اختیار، او که میتونه از اختیارات استفاده کنه، از دیگران هم کمک بگیره و از طرف دیگه میدان بده به دیگران که نقد کنن، حرفاشون رو بزنن، صحبت بکنن، قضیه حل انشاءالله میذاریم که جناب آقای کروبی خیلی در یک دقیقه شما دولت خودتون رو چی مینامید؟ دولت تغییر گفتم، من چون دولت تغییر گفتم دیگه نمیخوام تغییر بدیم، یعنی قوه اجرایی رو میخوام کاملا تغییر بدیم، یعنی تغییر بدیم به قول آقا نکسه، یعنی چهره های جدید بیاریم، از چهره های جدید استفاده کنیم. الان آقای رضایی فرمود یه دقیقه وقت داره، نکته بسیار خوبی فرمودن، منم به صورت دیگه تو ذهنم، ایشون میگه دولت سایه، ما نبا و اختیاراتی که داریم و ریاست جمهوری و وزرا میدان کار داشته باشن. من بنا دارم از کل استاندارای اول انقلاب تا حالا، از کل وزرای اول انقلاب تا حالا، از کل معاونین ارتباط داشته باشه، برای کابینه که معلومه چند نفر استاد دارم چند نفره، این همه نیرو داریم ما، این همه تجربه داریم، از ازشون استفاده میشه، راهاشون کردیم همطور رفتن و واقعا این کار حتی 4 سال هم من میکردم با یکی که کنار بودم، بنام دارم از همهشون مشاوره بگیرم، جلسات داشته باشم، ارتباط داشته باشم، حضور داشته باشم و بیش از خودم پیگیر باشم، بیش از دیگرون. طولانی حرف زدم، ببخشید. جناب آقای رضایی، بله من اینو عرض بکنم که در واقع دولت ائتلافی که ما تشکیل میدیم و دولت در سایه، اینا مکمل هم دیگه هستن. ما از بزرگان انقلاب برای مشاوره و هدایت استفاده خواهیم کرد، ولی کارهای اجرایی رو میخواییم به دست جوانها بدیم و اینها رو آماده بکنیم که آرام آرام بیان، به طوری که در دولت‌های آینده بتونن اداره کشور کاملا در حقیقت به دست بگیرن. اما در مسئله اقتصاد من لازم میدونم این نکته رو دوباره تاکید کنم که من به دنبال گداپروری نخواهم بود، من به دنبال این خواهم بود که شغل‌های پایدار برای جوانهامون درست بکنیم، یعنی شغلی که بتونه به صورت مستمر و مکرر برای مردم در حقیقت درآمد درست کنه. شما الان اگر پول به مردم بدید و این موجب بشه که تورم به وجود بیاد، خب شما مثل این است که از توی جیب مردم پول میذارید، از جیب دیگه شون پول خارج میکنید. اما اگر این پول بیاد وارد تولید بشه، چرخه تولید رو انجام بده و به طور مستمر درآمد داشته باشه، این خنثی کننده است. پس ما میخوام بگم، روی این تاکید میخوام بکنم که مسئله اصلی طرح اقتصادی من ایجاد شغل و درآمد و بالا بردن قدرت خرید مردمه، که زندگی مردم یه زندگی در حقیقت کافی باشه، یا همون معاش کافی، در حقیقت معاش کافی که ما در اسلام هم بارها تاکید کردیم. و در کنار این مسئله، مسئله مدیریت و حکمرانی برای من خیلی مهم است، یعنی ما باید الگوی مدیریتی رو تغییر کنیم، مشورت کردن، کار جمعی کردن، استفاده از همه ظرفیت ها. یعنی فکر نکنیم من که الان رئیس جمهور شدم، من یه چیز جدا بافته هستم، باید برم روی جاهای مثلا عجیب غریبی و یه دوچار توهم بشم. من عادت کردم که همیشه حواسم رو جمع بکنم، این موقعیتی که امروز هست معلوم نیست فردا باشه، اگر میخوام فردا باشه من به تنهایی نمیتونم این کارو بکنم، من خودم باید تصمیم بگیرم، اما جمع رو باید با خودم همراه بکنم. این که واقعا من میگم دست بزرگان انقلاب رو میبوسم و از توانایی‌هاشون در حل و فصل مسائل استفاده میکنم، خب چرا استفاده نکنیم؟ من عرض کردم جناب آقای هاشمی رفسنجانی، این میتونه بخش مهمی از مشکلات دولت ما را با جهان اسلام و مثلا کشورهای عربی حل کنه، یا جناب آقای خاتمی، یا آقای ناطق نوری، یا آقای ولایتی، یا آقای روحانی. اما اینا بحث همون شورای توسعه ملی ما رو شکل میده، ولی ما جوانها رو بیاریم در کار اجرایی. مثلا جوانهای ما داریم از لیسانس به بالا که فوق العاده آدمای با استعدادی هن. من خیلی از اینا رو شناسایی کردم
تو همین 12 سال گذشته که در اکثر دانشگاه رفتم، خب خیلی از فرمانداری ها رو، خیلی از بخشداری ها رو میتونیم به جوانان از لیسانس به بالا بدیم. بعد از یک سال با اون تجربه‌ای که من در کار با جوان ها دارم و اصلا یکی از تخصصهای شاید برجسته من این هست که جوان رو به خوبی میشناسم، مهارت اینم دارم که کار بدم دستش و بعدم شناساییش کنیم. از بین 1000 نفر که من در نظر گرفتم که ما بذاریم در پست‌های اجرایی، بعد از مدتی 40 نفر به راحتی میشه استاندار از تو اینا بیرون آورد. بعد از 2 سال میشه از بین اینا 7-8 نفر وزیر بیرون آورد، به طوری که ما انشاءالله بعد از 4 سال حداقل 7-8 نفر در حد ریاست جمهوری از نسل سومیا میتونیم داشته باشیم. این بزرگترین کاری است که میتونه خلأ این انتقال قدرت رو تو این مدت در حقیقت جبران بکنه. یا در رابطه با مسائل دیگری که عرض کردم، ما برنامه‌های اینا رو طوری تنظیم کردیم که وقتی که دولت رو به دست میگیریم دیگه من نمیذارم یک گروهی حالا بخوان برن تحقیق کنن. همون روز اول ما شروع میکنیم به اجرا کردن برنامه‌هامون و در پایان به ملت پر افتخار ایران میخوام این رو با اطمینان بگم که همونطور که تاکنون جمهوری اسلامی افتخارات بزرگی آفریده، شک نکنید که اگر انشالله شما ما را قابل دونستید و لایق دونستید دولت رو به دست ما بدید، ما با کمک خود شما، با کمک جوانان شما انشالله کاری خواهیم کرد که یک زندگی مطلوب در کنار این افتخارات هم به وجود بیاد که بتوانیم طعم شیرین انقلاب اسلامی رو در همه ابعاد بچشیم و در پایان هم یادی بکنیم از امام بزرگوار که داریم نزدیک میشیم به سال روز رحلت ایشان. خیلی متشکر جناب آقای رضایی، خیلی متشکر جناب آقای کروبی، متشکر. بینندگان زیادی تماس داشتن، تشکر کردن، البته مطلبی هم گفتن که ما انتظار داشتیم مناظره مقدار پرحرارت تر از این میشد. بالاخره این هم یک نوع مناظره است، انشاءالله در شبهای بعدی حرارت بیشتری رو از مناظره ها خواهید دید. من شما هم بفرمایید که آخه محدودیت داشتید. بله بله، من تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار و تا مناظره دیگه در فردا شب، شما همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله مایز موفق باشید. ما هم از شما تشکر میکنیم، از آقای رضایی عزیز هم سلام. جلوه کن در آسمان همچون مهر جان.